پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه ساز برنامه های اجتماعی. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفر الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادراي عزيز، الحمد لله والمنة، ما شما ایام خجسته رمضان را سپری کردیم و طوری که عرض کرده بودم، هدف رمضان همانا ایجاد ملکه تقوا در درون زندگی ما شما و در حیات ما شماست، به این تعبیر که ما توسط ازی عبادت زیبا در زندگی خود طوری باشم که همیشه الله متعال را مراقب اعمال خود بدانیم و هر حرکتی که ما انجام میدیم او باید مطابق داشته باشد، مطابقت داشته باشد با شریعتی که الله متعال برای ما شما برگزیده. اگر ما به حسب اوامر خداوند متعال زندگی خود را سامان ببخشیم، نتیجه این می شود، نتیجه این می شود که امن و استقرار و زیبایی و مقبولی در زندگی ما شما طبیعتا می آید. پس ارگاه ما اعمال خود را مطابقت دادیم با شریعت الهی، نتیجه این می شود که این زندگی به ما شیرین می شود، مقبول می شود، آراسته می شود. هر قدر که از شریعت الهی دور بوده باشیم، با امو اندازه مشکلات در زندگی فردی ما، اجتماعی ما و دنیوی ما دیده می شود. خواسته و نخواسته این مشکلات وجود دارد. ما در دنیای خود طبیعتا تلاش می کنیم که یک خانه خوب داشته باشیم، مقبول داشته باشیم، با وسائل داشته باشیم و چوری خانه را مصرف سرش بیشتر می کنیم، وسائلش بیشتر خریداری میکنه، مقبولتر خریداری میکنه، تا ما در امن باشیم، ما آرام شویم و خوش باشیم. چقدر که وسائل حیات ما کم بوده باشد، به امو اندازه زندگی ما پر اضطراب میباشد، پر تکلیف میباشد. بس دین خدا هم امطور است. چقدر که در کل تطبیقش کردی، در جز تطبیقش کردی، در تمام ساحات تطبیقش کردی،
مثل که یک خانه با ظرفیت داشته باشی، بهترین وسایل از تو باشد، بهترین مقبولی از تو باشد، بهترین فرش از تو باشد، بهترین پرده از تو باشد، همه چیز که زیاد بوده باشد زندگیت مسئول است. دین خدا هم همطور است. چقدر که بیشتر در زندگیت نافذش میکنی، با امو اندازه زندگیت آراسته می باشد، مقبول می باشد، خوب می باشد. ببینین، ما میگیم فلانه نفر متقی و پرهیزگار است. تقوایش خب برای خودش است. جنتش هم برای خودش است، دوزخش هم برای خودش است. خوبی هایش کلش از خودش است. ولی خوبی از اون انسان سر موت هم تأثیر میکند. میخوایم امرایش نزدیک باشه، دوستش باشه، در مجلسش باشه، صحبتش رو بشنویم و حتی مساعدت میکنیم، کمکش میکنیم، در حالی که کلی چیز برای خودش دارد. جنتش هم از خودش است. موت را برده نمیتاند، کار خودش است. ولی او خوبیش طبیعتاً متعدی می شود برای دیگران. میگم فلانه نفر بد آدم است، زشت آدم است، ولی دوزخش از خودش است. ولی بخوایم نخوایم بدیهایش تأثیر گذار است بر بالای ما شما، بر ما متوجه می شود. بدی از او طبیعتاً به ما هم بدیش سرایت میکند، بخوای نخوای کار میشود. از خاطر خود را از پیش دور میکنیم، نمیخوایم امرایش نزدیک باشیم. حتی اگر چقدر که برش نزدیک میشیم، اثرات شومی غلطی از او بخوایم نخوایم به ما تأثیر میگذارد و حد اقل دیگرا بر ما بد میگوید، میگه رفیقت فلان است، دوستت فلان است، با نفر فلان نشست. ولی بیاییم که وقتی که شریعت خدا برای ما شما این پیام را میدهد، این اساس را میدهد که ما من حیث مسلمان چقدر که میتونیم شریعت الله را در زندگی خود بیاریم، آزاد میشیم از یوغ استعمار، آزاد میشیم از یوغ کشش های نفسانی ما، خودخواهی ما، آزاد میشیم از غم و اندوهی که به اساس مشکلات به طرف ما رو آورده است، از کلش آزاد میشیم. هم در قلب ما خوشی را احساس میکنیم، هم در جامعه ما خوشی را احساس میکنیم. و در این دنیایی که زندگی میکنیم فقط حیثیت امور پیدا میکنیم که در باغی که داخل شویم که از ما نباشد. اگر میویش استفاده میکنی با ترس استفاده میکنی که صاحب باغ تو را چیزی نگوید، بردنش خونه میتونی ببریش. و اگر صاحب باغ برای تو اذن بدهد که از این باغ استفاده بکن، طبیعتاً یک نوع اطمینان خاطر در گرفتن میوه ها از این باغ پیدا میکنیم. این دنیا، این آسمان ها، این هر چیزی که شما میبینین ملکیت خدا هست و رب العالمین حضرت آدم را که پیدا کرد، بعد از او تعلیم که برش داد، بعد دستور برش داد که داخل جنت شد، ولی یک قید برش گذاشت: ولا تقرب هذه الشجر فتكون من الظالمين. ولی به درخت نزدیک نشو، دیگه آزاد هستی. به این درخت نزدیک نشو، اگر نزدیک شدی از جمله توانیان میشی، توان میکنی، نقص میکنی. معنایش چی میدهد؟ معنای از این کلام رب ما با ما شما عمیست که کل نظام از خدا هست و رب العالمین به ما و تو تعیین میکند که از چی استفاده کنیم،
از چی استفاده نکنیم، چی را بگیریم چی را نگیریم، چی حلال است به ما چی حرام است به ما، پس او تعیین میکند. یک تفاوتی در اینجا وجود دارد. اگر از هر کس پرسان بکنی امین مسلمان نما را میگم، برش بگوی نماز خواندن چطور است؟ میگه خوب است. چرا نماز میخوانی؟ ای میگه خدا گفته که نماز بخوان. چرا حج میری؟ چرا چرا؟ و ای جواب همیست که بس الله گفته باید بکنیم. پس وقتی که در نماز حکم خدا را قبول میکنی، امو خدا برای گفت شراب نخور، امو الله برد گفت دزدی نکن، امو الله برد گفت غیبت نکن، امو الله برد گفت که رشوت نخور. پس جالبی است که در نماز حکمش قبول میکنی ولی در دیگه محرمات قبولش نمیکنی. نه، حکم خدا یکی است، در کلش باید بپذیری. در کلش اگر غلطی میکنی تو مورد مؤاخذه قرار میگیری. پس شریعت در حقیقت قانون است، قانون است که رابطه ما را با خالق ما، با خود ما و با جامعه ما تنظیم میکند. این شریعت الهی آمده هم در برگیرنده عقیده ماست و هم در برگیرنده معاملات و اعمال ماست. در ابتدای اسلام یعنی طبیعتاً زیربنا که تشریع می شد عقیده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم انگامی که مبعوث شد، اولین پیام رب ما برش پیام علم بود، اقرأ باسم ربک الذی خلق. انسانی که دانش نداشته باشد نمیتواند که خوب را از بد تمیز بکند. پس عامل کل بدبختی جهل است. مردم باید اول علم بگیرد، با مجرد که از این خلاص می شود پیام برش داده می شود فعلم انه لا اله الا الله، پس بدان که نیست معبود بر حق جز الله. ارگا انسان الله را شناخت، بعد از اوامری که الله مطرح می کنه باید قابل قبول باشد، او باید پذیرفته شود. پس میبینیم که رب ما برای رسول علیه السلام در دوران مکی دستور برش نداد که بت را بشکنان، دستور برش نداد که بر مردم بگو زنا نکند، شراب نخورد، قمار نزند، این را برش نگفت. کل تأکید برای ازی بود که ای آسمان و زمین خودش پیدا نشده، ای را الله آفریده است، پس او مالکی از ای آسمان و زمین است. تو خودت پیدا نشدی بلکه تو را الله آفریده است، او مالکت است. پس وقتی که او مالک شد تو مملوک شدی، پس اطاعت بکو از مالکت، تو بنده استی او ربت است، پس اطاعت بکو دساتیر ربت را. کل قضیه سر ذمه چرخید. وقتی که در مدینه منوره تشریف میارد، بعد از او کم کم پیام ها داده می شود. در سال دوم قضیه مطرح می شود به نام زکات، در سال دوم مطرح می شود روزه، این پیام ها بعدا میاد. حج مطرح می شود در سال هشتم. این کل قضایا بعدی است. چرا این رقم است؟ تا که دین خدا در دل مردم دقیق جای به جای شود. بعد از 23 سال دین پوره می شود. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس عقیده ما شما چیست؟ ما بگیم که الله رب ماست، مالک ماست، معبود ماست، متصرف امور ماست.
او رب ما برای ما شریعتش را فرستاده است که این شریعت کامل است، شامل است، ابدی است، الهی است. ایمان عقیده چه شده؟ وای چه الله زمان معبود دی، زمان مالک دی، زمان متصرف دی، او تنها داغه عبادت کن. داغه ایمان مالک، معبود، متصرف، من تا شریعت را لگله دی. دا شریعت پورا دی، کامل دی، شامل دی، دنیا و آخرت تا، ابدی دی، الهی دی، داغه طرف ندی. محمد صلی الله علیه و سلم جور کرده نده، بلکه الله را لگله دی. پا دی عقیده است. کله چی عقیده مدار شده، باور ما پا دیشه. نو دا سوال بزان نکو چه دا شریعت دا صد خاطره ولی الله را لگله دی. من دی شریعت تا چه ضرورت لرو؟ مقصد دی شریعت چه ده؟ مقصد دی شریعت چه ده؟ ترسو چه دی من عقیده و فکر سالم پاتش، ترسو چه دی من زان سالم پاتش، دی من مال سالم پاتش، دی من آبرو و عزت و نوامی سالم پاتش، دی من عقل سالم پاتش. دی دی پر خاطر بند شریعت را غلی دی. کله چه عقیده ما پر دی شده چه شریعت را غلی دی، ترسو چه دی ما دین و ساتی، دی ما زان و ساتی، دی ما آبرو و عزت و ساتی، ده ما عقل وساتی، ده ما مال وساتی، نو هر حکم ده شریعت بچه که و ده پینزه شایتا بیورانده که و ده پینزه شایتا بیورانده که و نو روست ده دیزنه چه کلا دو مفهوم را غی چه مقاصد شرعی اساس ده او مهم دی، نو تصرفات ده هر انسان با اغا به دقیق و سیگی، فتوا با ده هر مفتی باید دقیق و سیگی، تعبیر به هر انسان دقیق و سیگی. ایتو فکر بکنید وقتی که پنج مقصد شد، هر مفتی که فتوا می دهد باید از خود پرسان کنه که فتوای ما خدا نخواسته دین تخریب نکنه، ای فتوای ما جان کسی را نگیره، ای فتوای ما مال کسی را به تلف نتا، ای فتوای ما سبب ریختاندن آبرو و عزت یک انسان نشود، ای فتوای ما عقل یک انسان را تخریب نکند، ای را باید خوب بیاندیشد، بعد از او صحبت بکند، بعد از او تعبیر خود را ارائه کند. پس ما باید خوب بیاندیشیم، خوب فکر بکنیم و دقیق باشیم که رب ما به ما این شریعت را رای کده به خاطر امی چیز که ایره در اصول فقه ما به نام ضروریات دین تعبیر میکنیم. ضروریات دین و به تعبیر عام اگر بگویم ایره منافع ملی میگیم. وقتی که از ما پرسان شد منافع ملی چیست، گفتم نگه داشتن دین از این که خرافات و بدعت و رواج ها و ابتذال در داخل نشود. دین باید محفوظ باشد از اینکه هر کس تعبیر خود داخل کند. پس منافع ملی چیست؟ جان مردم محفوظ باشد. منافع ملی چیست؟ آبرو و عزت مردم محفوظ باشد. منافع ملی چیست؟ عقل مردم محفوظ باشد. پس ما به امی عزیز که پنج چیز نگه داشته شود، علمای ما، فقهای ما تعبیری بسیار رسا دارند، میگه هیچ کس حق نداره که در دین چیزی را زیاد کند یا از دین چیزی را کم کند. دین محفوظ است. اگر اجازه از این داده بشود که هر کس در دین گپ خود را داشته باشد، دین میپنده، باز عمل به دین سخت میشود، رواج ها در دین داخل میشود، از کس رواج خود را دین باز میگوید، در حالی که دین بسیار آسان است، بسیار آسان است. اگر رواج ها و ابتذال و خرافات در دین اجازه بدیم، مردم باز به دین عمل نمی کند و سخت می شود. که سخت شد باز مردم عقب می روند.
پس وقتی که این نقطه را گرفتیم، پس بیایم به اصل گپ که قبلا مطرح کردم که هر مفتی ما، هر سیاستمدار ما، هر عالم ما، هر فرد مسلمان ارگا میخواه یک چیزی را بکند باید برود که گپ ما، تصرف ما، تعبیر ما کدام بخش از این پنج چیز را نگاه میکند و این پنج چیز را تخریب میکند، از این باید فکر بکند. پس هر عملی که، هر قولی که، هر تعبیری که یک از این پنج چیز را ضربه بزند، گفتنش هم نارواست، مجلسش هم نارواست، حضورش هم نارواست، سبب میشه، سبب بدبختی، سبب سقوط، سبب انزجار، سبب همه بدبختی ها. در کشور ما بزرگترین چالشی که ما داریم امیست که این پنج چیز کی تعبیر میکند، این پنج چیز کی بیان میکند، کی ایره تثبیت میکنه که اینی دین است این دین نیست، این سنت است این بدعت، این رواج است این دین، نمیره کی جدا میکند. در کشور ما متاسفانه، متاسفانه کی جز نیست، ما مرجعی که در اوجا برویم و در اوجا پرسان بکنیم و مسئولانه جواب بگیریم در این کشور نیست متاسفانه. بعد سرچپه شده، هر کس که در سر منبر شد او مرجع است، او بیان میکند. باز این هم معلوم نیست که در اینجا کسی که میشیند با کدام معیار میشیند، چقدر باید درس خوانده باشد، کجا باید درس خوانده باشد، چقدر باید فهمش باشد، این هم نیست. وقتی که تعیین نشد باز تشتت میآید و پراگندگی در ذهن می آید، باز هر کس گپ خود را مطرح می کند، هر کس که در هر جای ششت امو گپ را مشنود و امو گپ را دین می گوید. پس هر مسجد از خود تعبیر داشت، باز مردم که بیرون میشه چی میگه؟ ایران ماندیم که گپ کی قبول بکنه، اما تاسف نیست، ایران ماندیم که گپ کی را قبول بکنه، یکی یکیز میگه، دیگه دیگهش میگه، دیگه دیگه رقم میگه. والله ما از حضرت عمر رضی الله عنه کرده نه فهم خوب داریم نه اخلاص خوب داریم. حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین بود، او اجازه نمیداد که هر کس گپ بزند، ای اجازه نبود. ارگو تو میخواستی از یک صحابی پرسان بکنی باز برات میگفت که من نمیفهمم، از مرجعش پرسان کن. در اوجا علمای مشخص نشسته بودن جواب میدادن، قائمش که میگرفتی باز میگفت که مسئله خو اینطور است، خب بازم به کس نگو، برو اول از اوجا پرسان کن، اگر بالفرض دیگر رقم بود باز مرا هم پس خبر کن. چرا اجازه نبود که تعدد آرا بیاید، هر کس گپ خدا داشته باشد؟ وقتی میفهمید که این تعدد هر کس که گپ بزند بس بدبختی میآید، مشکل میآید، دین خوب تعبیر نمیتانی بکنی. ما با یک تعدادی از جوانان نشسته بودیم و تحولی که در ترکیه آمد، یک تعدادی گفتن که چی میکنن؟ بس رئیس جمهور ترکیه خودش یک سیکولر آدم است، خودش یک سیکولر آدم است، بگذارش که هر چی شوه شوه. یعنی در دلش اصلا تحولی نبود. پس سیکولر یعنی بیدین. هرگاه فهم ما از دین ضعیف شود، به عوضی که مردم را به دین بیاریم از دین زود دورش میکنه، بس زود رخصتش میکنه. هرگاه فهم ما از دین ضعیف شود
به تکفیر کردن مردم زود اقدام میکنه. ای طبیعی است. صبح می قصه کردم که امام شعراوی رحمت الله علیه نشسته بود، گفت یک شاگردم نزدم آمد. این شاگرد که تیر میشه در راه، پس یک ساقیخانه و شرابخانه رو میبینه. این شرابخانه رو که میبینه و زشتی های عمل که در اونجا مشاهده میکند، پیش استادش میشینه، میگه که استاد یک شمشیر دم دست می بود که می زدم سرایش برش می پراندم، اما تو خوب خرم انداختم یاره، دلم یخ میکرد. استادش برش نگفت که آفرین بچه، اما تو باید میکردی. استاد برش میگه که فرزندم، ای کسایی را که تو کشتی و سرایش برش بریدی، ای جنت میره دوزخ میره؟ شاگرد جواب میگه استاد دوزخ میره. بعد برش میگه که ای شیطان که اقا زحمت میکشه و زحمت میکشه، ای اتباع خود را به کجا میبره؟ به دوزخ میبره. گفت تو چی کار کردی؟ تو خود مردم را دوزخ بردی، پس کار تو کار شیطانیتی است. صرف فرق داری شد که شیطان برش وقت داد، تو برش وقت هم ندادی، تو زود رخصتش کردی که جنت دوزخ برود. و کار رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ که مردم کجا ببرد؟ مردم جنت ببرد، نه ای که مردم دوزخ ببرد. ارگاه فهم ما از دین ضعیف شود، بعد کار ما سرچپه می شود. کوشش میکنه مردم از دوزخ ببریم، زود دوزخ برود. بسیار کم کار کرد، باز رایش میکنیم که کافر شد، مرتد شد، زندیق شد، بدون از اینکه تحلیل بکنیم. علم ما که کم شود، باز کل ما مفتی میشه، هر کس فتوا میده، در حالی که قضیه فتوا عادی گپ نیست. امام احمد رحمت الله علیه او عقیده داشت و به همین خاطر بسیار با مشکلات روبرو شد، زندانی شد. گفت که هر کس گفت که قرآن کریم مخلوق است، کافر است. کلام الله مخلوق نیست، یک قضیه بسیار علمی بزرگ است. امامی که یا خلیفه‌ای که در او وقت بود، او عقیده داشت که قرآن مخلوق است. باز پشت از او نماز میخواند. فرزندش برش گفت که ای پدر، تو خود میگی که هر کس گفت که قرآن مخلوق است، کافر است. اینی امیرالمومنین اما تو عقیده داره؟ آله چرا پشتش نماز میخوانی؟ خب کافر است دیگه. امام برش میگه که فرزندم، چیزی دی که ما توضیح دادیم قاعده است، ولی ارگاه منطبق بر فرد شود به تأویل باور دارم. ارگاه بر فرد بتم به تأویل باور دارم. پس تو میگم که نمیداند که اتار است، اگر بداند چون این عقیده پیدا نمی کند، جاهل است، به خاطر چوکی کار می کند. وا را برش پیدا کن. پس گرفتن خوردن شراب کسی می خوره، ما کافرش نمیگیم، میگیم جاهل است و شراب را خورد، به حلال بودنش باور ندارد. راه را برش پیدا میکنه، نمیخواهیم کسی را زود از اسلام بیرون بکنیم، تلاش میکنیم نفر در اسلام باشد، زحمت میکشیم. علم که کم شود، بعد از او باز فتوای بیرون کردن یک انسان از اسلام بر ما آسان میشود. ارگاه
فکری از این در ذهن ما آمد که فلانه کافر و فلانه مرتد و فلانه مشرک و فلانه مبتدی و فلانه و فلانه و فلانه، ما در درون خود چی پیدا میکنیم؟ عقده پیدا میکنیم، کینه پیدا میکنیم. هر طرف که سعی میکنیم ابلق سعی میکنیم، هر نفره که میبینیم باز به عوضی که داغوشش بگیریم باز دل ما میگه که یک دیگر رقم نباشد، دیگر رقم نباشد. به عوضی که مثبت بیاندیشیم منفی میاندیشیم، به عوضی که خوب بیاندیشیم غلط میاندیشیم. ای باز میشود. پس دوستای عزیز خوب متوجه شوین که دین ما شما را به طرف مثبت فرا میخواند، به طرف مثبت فرا میخواند. و بسیار قضایای است که ما تنازل میکنیم، تنازل میکنیم و نمیخوایم که کسی را سرش محکم بگیریم. رسول ما صلی الله علیه و سلم در این باب امیر ماست، امام ماست، قدوه ماست. چطور تنازلات میکند؟ در صلح حدیبیه چقدر تنازلات میکند تا زمینه را برای فهم مساعد بکند؟ مکه مکرمه را فتح میکند، هزارها نفر مسلح دارد، دشمن را سقوط داده است. و حضرت عایشه میگوید عایشه اگر قومت جدید الاسلام نمی بود ما دستور می دادم که کعبه را بیران می کردن، یه حتیم و دیوال خطرکی که است ایرم داخل کعبه می ساختم، زیرا وقتی که کعبه جور می شد پول مردم زمانش ای قنه بود که او حتیم هم داخل بکند. حالا اگر من این کار را بکنم مردم یک گپای دیگر هم میزنن، بگذارش، هیچ دست نزد، دو دست نزد. امام قرافی، ابن عابدین شامی، امام ابن تیمه و جمع از علما، اینا همیشه میره میگوید که ای امر بالمعروف بکنین، نهی از منکر بکنین، ولی ببینین که هرگاه امر بالمعروفتان منکر را ایجاد میکرد از اون معروف تیر شو ولی نگویش، هرگاه رد منکرت منکر دیگری را ایجاد میکرد از اون منکر غرض نگی، چرا زمان میخوای از تو اصور خطا نشین. این دنیا کلان است، حوصله‌مند باشین برای صحبت و برای تعبیر و برای تغییر، چرا ورخطاستی؟ پس اگر ما به این باور باشیم که اگر ما به طرف اصلاحات بریم تغییر میاریم، پس این جوان ما به یک حرکت اسلامی که تغییر عجیبی در خاکش آورد به عنوان یک سیکولر و یک انسان خارج از دین سعی میکند، در حالی که خدماتش و کارش را نادیده میگیرد، کارش را نادیده میگیرد. در 2004 بود انشاءالله غالبا ما سفری در ترکیه داشتیم، در مسجد فاتح باور به خدا بکنین که سترنجی های استالفی که ما داریم امو رقم آور بود. نماز جمعه را خواندیم 3 صف بود، بیشتر هم نبود، ولی در 2009 و 2010 بهترین فرش و مسجد پر، بیرون پر، سر سرک هم مردم. داخل مسجد میشی جوانا برد پلاستیک میته میگه بود تی دهی بگذار، به این شکل از تو تعامل میکنه. در خلال 4 سال بیش از 14,000 مسجد صاحب فرش، صاحب سیستم، صاحب تعمیر می شود. و این از انجان چی برش میگه؟ میگه نه
اسلام را کلا تطبیق نکرده بنا نعازن الله بیدین است. در تونس نه مسلمان ها انتخابات میبرند، انسانایی که دین نمیفهمند قائم گرفته حکومت ها. زود اعلان بکو که ما تعدد ازواج یک نفر میتونه 14 زن بگیره، این اعلان بکو. کل دین آمد و انقلاب بزرگ آمد، گپ در کجاست؟ تو 14 زن حتما بگی. صاحب حکومت برش میگه علی کی گفته که نگی؟ تو برو بگیش. میگه نه نه تو اعلان بکو، اگر ایره اعلان نکدی حکومت تو غیر اسلامی است و ما در مقابلت استاد میشیم و خونت حدر است، همه چی سرت میگیم. در حالی که امی جنابی علی پیش از انقلاب نان خوردن اجازه نداشت، ولی علی چی میکند؟ میگه این تو بکن. پس ببینیم که فهم که ضعیف شود به نام دین جنایت صورت میگیرد، مظاهره کو غالمغال کو، بالاخره سقوطش داد. کی سقوطش داد؟ کسی که یک قریشا را بر خود مانده بودند. ما قرآن و سنت میخواییم، قرآن و سنت میخواییم، قرآن و سنت والا خیست، یک نظام اسلامی را سقوط داد. این قین قریشا قرآن و سنت میخواییم، قرآن و سنت میخواییم، رفت حکومت منتخب مصر را سقوط داد. بس این فهمشان از دین است. اهل قرآن و سنت میخواه، بس کودتا باید کامیاب میشد در مصر، در ترکیه، این به خیرت بود که دین بفهم. کی است که با قرآن و سنت مخالفت بکند؟ کمری از اون بشکنه که با قرآن و سنت مخالفت بکند. قرآن و سنت کلگی میخواه که قرآن و سنت بیاید. یکی از علما صحبتش پیشتر شنیدم، امام عبدالکریم زیدان رحمت الله علیه، او عموتم میگه که یک تعدادی ما هستن میگه من قرآن و سنت میگه، میگه فکر میکنی که این مذاهب دیگه از گرنگ میخواه؟ این مذاهب هم قرآن و سنت میخواه، این هم از قرآن و سنت استفاده میکنه. بفهم یک بار دین صحیح بفهمین، ترک بکنین، فهمتان در رابطه به دین اصلاح بکنید و دقیق شوید. حضرت عمر رضی الله عنه و ارضا، اون مبارک در مصر به والیش نوشته می کند که اول مردم نان بده باز دستش ببر و مردم کار بده. وقتی کار داده نمیتونی، اقتصادش رشد داده نمیتونی، تنها کار تو دست بریدن است. حضرت علی کرم الله وجهه با یک فتنه عجیبه گرد آمد از خوارج، یک تعداد شله بودن، زود قاتلین حضرت عثمان را قصاص کو. حضرت علی خود منکر قصاص نبود، ولی این را می فهمید که تطبیق قصاص به عوضی که خیر بیارد شر را میارد. پس نگاهش کرد. پس در یک نظامی که 40,000 علما را شهید کرده باشد، در یک نظامی که یک رئیس جمهور را به خاطر از این اعدام بکنه که در زمان تو آذان به عربی گفته شده بود، در یک نظامی که تو نمیتونی به مسجد بری، این کلگی تغییر بخورد، آسان است تغییر آوردن؟ کسی خود کار کرده، کسی خود زحمت کشیده، کسی خود در اینجا طرح ریخته، این کلش عادی فکر میکنی و تنها تو دینه میفهمی؟ از خدا باید بترسیم. جهود علما را و جهود حرکت های اسلامی را نادیده نگیرین. اینا زحمت کشیدن، تلاش کشیدن، شب و روز خدا دادن تا که مردم را وادار بی کرد که یک چیز را دین می گویده.
یک چیزی را تاریخ میگوید. این شکلش در افغانستان هم عرض میکنم. از تمام مسلمان ها خواهش میکنیم دو کار بکنین: یکی کشورتان را بشناسین تا از ذلت برای ما خرد مردم شدیم. هر چیزی خود ما بر خود ما کوچک است، در حالی که افغانستان از هر حیث غنی است. هرگاه خودتان را کوچک شناختین، کوچک میشین. افغانستان شخصیت های بسیار بزرگ تاریخی دارد که باید بشناسین تا ملتتان را ارج بگذارین، تا کشورتان را ارج بگذارین. این وجیبه موتوست، تاریخ بخوانین. به جوانای امروز بگوین از نظر تعبیر بسیار کتابای زیبا دارد، ابن قیم رحمت الله علیه، ابن تیمه رحمت الله علیه. ابن قیم کتابی دارد به نام مدارج سالکین. این شرح کتاب منازل سائرین عبدالله انصاری رحمت الله علیه است. ولی تو افغان باید بفهمی که عبدالله انصاری کیست و از کجاست و از خطه افغانستان است. پس تو باید بفهمی که کتاب چه رقم بود که ابن قیم جوزی را وادار کرده که سر شرح نوشته کند مدارج سالکین را. تو باید بفهمی که در این کشور تو کسایی بودند که استادای امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی یزیانا بودند. 100 نفر اساتید امام بخاری از جغرافیه امروز افغانستان استادایش بود. بخاری را که خلاص بکنی، در اوجا حدیثی داری که حدثنا قتیبه بن سعید، قتیبه بغلانی استاد امام بخاری است. پس جوان افغانستان، ای کشورت را احترام بگذار، علمای کشورت را احترام بگذار، اینا را نادیده نگی. تو باید بفهمی که در کشورت اهل علمای بودن، شخصیت های بودن که آنچه از بخاری و مسلم مانده بود، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که به شرط شیخین بود، به شرط امام بخاری و امام مسلم بود، ایره که افغان ما حاکم از بست هلمند است جمع میکند، مستدرک حاکم، این کاری از می کشورت است، ایره گرامی بدار. از این خاکت شخصیت هایی بود که در ازهر شریف رواق خاص خود داشت، چوکی خاص خود داشت. علی قاری رحمت الله علیه از هرات درس خاص خود را داشت و علمای بزرگوار زانو برش میزد. استوی تو نگو که افغانستان چیزی ندارد. و والله که امروز هم امطور است. امروز هم شیوخ افغانستان در پاکستان شیوخ هستند، ما نادیدش میگیریم. شیوخ افغانستان آلی والله در ایران استادا هستند، در ترکیه استادا هستند، در سعودی استادا هستند. این ملت عادی نیست. پس خود کوچک نبین، تو تاریخ بخوان، متوجه شو یک بار که محمود غزنوی نه تنها که یک پادشاه بود، بلکه خدماتش به این کشور چقدر بود، به امت اسلامی چقدر بود، چقدر توطئه هایی که علیه اهل سنت و جماعت صورت گرفته توسط از او ناکام شده است. تو باید بفهمی که امام غزنوی 4000 مدرسه را و مراکز علمی را در غزنی داشت. این کشور را تنها به زور نگاه نکرده بود، بلکه علم توأم با او بود. آلی هم میگم که دوستای عزیز، بیاین دینتان یک صحیح یاد بگیرین، ورخطا نشین، متعصب نشین، استدلالتان را دقیق بکنین. در یک قضیه که میخوای نظر بدی، از خود یک بار پرسان بکو که در امی قضیه چقدر کتاب مطالعه کرد. یک سوال از خودت بکو، ایمانی پرسان بکو، هر چیزی که میخوای بحث بکنی از خود یک سوال بکو که در امی مورد حد اقل 10 کتاب خواندی.
اگر 10 کتاب خوانده باشی باز حق داری که یک تعبیر داشته باشی، هرگاه 10 کتاب نخوانده باشی و تو تعبیر میکنی، این تعبیر غیر علمی است، این تعبیر ضعیف است، این جایگاه ندارد، خودم خراب میکنی، دیگرارم خراب میکنی، عقده ایجاد میکنی که نه ایجاد میکنی. باز دو حالت داری، هر کسی که علم نداشته باشد، واقع را درست مطالعه نکند و نظر میته، نتیجش دو چیز میشود: یا مایوس میشود، عقب میرود، میگه نشد دیگه، بس، یا منحرف میشود، یا مایوس میشود، دیگه نام دینه نمیگیرد، میگه گم که تصویر دراز کو دیگه، و یا چی میشود؟ منحرف میشود. و اگر ما درست مطالعه بکنیم، سعید مطالعه بکنیم، بس میبینیم که سبحان الله این دین همیشه ثوابت خود را دارد، متغیرات خود را دارد، فتوا مقید به زمان و مکان است، تغییر میخورد. و رب العالمین برای ما و شما توفیق عنایت بکنه که در کشور ما مراکز علمی داشته باشیم، در کشور ما پیام را رسا و با تحقیق بگوییم، هر کسی که گپ میزند سرزو خوب مطالعه داشته باشد، بعد از او پیام خود را بگوید، تا بتانیم از نفاق و شقاق خلاص شویم، از کینه خلاص شویم، از عداوت خلاص شویم، تعبیر دین خود را درست بکنیم، زیبایش بکنیم، مقبولش بکنیم، و مردم به عوضی که از دین فرار بکنند در دین بیاید، به عوضی که خود را از دین دور بکند در دین بچرخد. رب العالمین ای توفیق را نصیب ما شما بکند. الله متعال در کشور ما امن و امان را بیارد. آنانی که بر ضد کشور ما توطئه میچینند، الله رسوایشان بکند، الله ذلیلشان بکند، الله خارشان بکند. این کشور به امن ضرورت داره، خدایا هر کسی که ناامنش میکنه یا الله ذلیلش بکن. این کشور به مواخات و به دوستی و برادری ضرورت داره، هر کسی که تفرقه ایجاد میکنه یا الله ذلیلش بکن، خارش بکن، بدبختش بگردان. پروردگار آنانی که میخواهد افغانا کوشک شوند و خرد شوند و ذلیل شوند، یا الله به درد گرفتارش بگو که به درد خودش مشغول شود، به مرض خودش مشغول شود، که اصلا فرصت ازیر پیدا نکنه که به ما فکر بکنه. پروردگار به هر گناهی که ما را گرفتی، یا الله ما را ببخش و توفیق عنایت بفرما تا دینت را درست بدانیم، درست عمل بکنیم، درست به دیگران برسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك واتوب اليك. پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی.